آن در حق دراویش گنابادی فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه تحت عنوان فراخوان به حمایت از دراویش اعتصابی در زندان‌ها و در سراسر کشور اعلام کرد نزدیک به 2000 تن از دراویش گنابادی در شهرهای مختلف کشور در همبستگی با 10 درویش زندانی اعتصابی در زندان‌های اوین، گوهردشت، شیراز و بندرعباس دست به اعتصاب قضا زدند. این کارزار در اعتراض به برگرداندن 3 درویش زندانی به زندان بدون انجام عمل جراحی آغاز شده است. در حال حاضر 3 درویش بیمار که در اعتصاب قضا هستند وضعیت نگران کننده ای دارند. مقاومت ایران جامعه جهانی را به محکوم کردن جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران در حق دراویش گنابادی در زندانهای این رژیم که از روز 11 اسفند در اعتصاب قضا به سر می برند فرا می خواند و از عموم مراجع ذی‌ربط بین المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر آزادی دین و عقیده و گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران می خواهد به حمایت از خواستای آنها به ویژه رسیدگی های سریع درمانی دراویش بیمار مبادرت کنند. در جامعه بازار تهران آخوند موحدی کرمانی در اظهارات مضحکی وحشت رژیم از چهارشنبه سوری و خیزش جوانان میهنمان و درماندگی و دست پا زدن ولی فقیه ارتجا در گرداب بحران اتمی را به نحو مضحکی به نمایش گذاشت. اما ناچارم این را هم بگویم، مراسم زشت چهارشنبه سوری را هم در پیش داریم. آتش افروزی، ترقه بازی، بچه ها رو نصیحت کنید، شما پدران و مادران اونها رو نصیحت کنید. همینجا در مورد دشمن که مخصوصا هیئت محترم ایرانی مذاکره کننده به این نکته ها توجه دارند، قطعا توجه دارند، آمریکا رو خوب میشناسند، دشمنی آمریکا رو آگاهند. خدا کند انشاءالله شیطان بزرگ موفق نگردد سر هیئت ایرانی کلاه بگذارد. امام رهبر معظم انقلاب می‌فرمود که من به این مذاکرات خوشبین نیستم. می‌فرماد امریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند. امریکایی‌ها عهد شکن هستند. عجیب است، این خانم شرمن هنوز که هنوز چیده میگوید در مورد این توافقات تمام اعضای 5 به علاوه 1 حق به تو دارن. فکر کنید دیگه حرف از این رسواتر، مفتزهتر، زشتتر، قبیحتر میتونه فرض بشه؟ بابا داریم خانم داریم مذاکره میکنید که به توافقی برسید، در مذاکره میگید هرچی توافق شد من زیرش میزنم. اعضای 5 به علاوه 1 حق به تو دارن. اینا اینطور عناصری هستن. خداوند انشاءالله این هیئت ایرانی رو یاری کند، کمک کند. مراحل سختی رو باید بگذرانند، دشواری ها داره، خداوند اجرشون دهد و خداوند بصیرتی که دارند در مورد شناخت دشمن مضاعف گرداند. به دنبال دعاوی سرکردگان سپاه و آخوندهای حکومتی، فرماندار رژیم در شهرستان فیروزکوه نیز گفت با برنامه‌ریزی مناسب و فرهنگ سازی باید چهارشنبه آخر سال را به سوی فرهنگ اصیل اسلامی هدایت کنیم. این کارگزار رژیم ادامه داد به منظور پیشگیری از خطراتی که همه ساله در این ایام با آن مواجهیم لازم است کار فرهنگی انجام شود و از نهادهایی همچون اداره صنعت، معدن و تجارت و اماکن، نیروی انتظامی انتظار مدیریت مطلوب مسئله می رود. وزیر علوم آخوندها در مورد ابعاد بیکاری فارغ التحصیلان گفت نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان 2 برابر دیگران است. وزیر کار و اقتصاد کابینه آخوند روحانی نیز قبلا گفته بودند
4,500,000 دانشجو به جمع فارغ التحصیلان خواهند پیوست و مجموعاً جمعیت 8,000,000 نفری از بیکاران را تشکیل خواهند داد. ادامه خبرها.